دوستان عزیز و ارجمند، امروز در جلسه که صحبت داریم در موضوع یکی از مردان مبارز افغانستان، نویسنده، فاضل، شاعر اساس، آقای سرور جویا. مرحوم سرور جویا نویسنده فاضل، شاعر اساس و مرد وطن پرستی که اثرات دوره ژورنالیستی او شاهد روح پرشورش است. در سال 1277 هجری شمسی در اندرابی شهر کابل متولد و بعد از طی سن صغارت تحت نظر پدرش مرحوم حاجی غلام حسن خان، معذرت میخوام، سرشتدار سنجش افغانستان در سالهای 1296 الی 1297 پس از تکمیل تعلیمات خصوصی و تحصیل علوم متداول وقت با پدرش که سمت منشی حضور صدر اعظم مرحوم سردار عبدالقدوس خان را داشت و کتابت مشغول شد و برای اشتراک در جهاد و اصول استقلال وطن به همراه پدرش عازم ولایت قندهار و به همرکابی و قیادت صدر اعظم موصوف در سپین بولدک در صف مجاهدین وارد جنگ در راه استرداد استقلال سیاسی وطن گردی. پس از حصول استقلال و تمامیت ارضی وطن عزیزش تا سال 1301 به صفت کاتب دارالانشای حضور صدر اعظم در قندهار سپری نمود و در مراجعت به کابل بلافاصله در جمله منشی های حضور اعلی حضرت فقید مرحوم امان الله خان انتخاب و تا سال 1303 ایفای وظیفه می نمود. سپس به تحریک ذوقی که در امور مطبع و مطبوعات در خود سراغ می دید در سالهای 1304 و 1306 در خارج از افغانستان به تحصیل فن طباعتی و زنگوگرافی و حروف چینی و فراگیری السنه انگلیسی و روسی پرداخته و هین مراجعت به وطن عزیز به خواهش نایب الحکومه وقت هرات در آن ولایت توظیف شد که به تنظیم، ترتیب و تأسیس مطبع دانش و انجمن ادبی هرات رول و نقش بسنده را به عهده داشت و تا آخر سال 1307 من حیث مدیر مطبعه دانش خدمت نمود و بعدا به حیث مدیر و نگارنده و مسئول جریده اتفاق اسلام مقرر شدند و در سالهای 1307، 1308 و 1309 دوره های اختشاش و انقلاب داخلی مملکت وظیفه خویش را دلیرانه و بدون خوف و هراس انجام داده تا و توانست به تنویر افکار هموطنان پرداخت. در همین زمان روزنامه‌های خارجی با استفاده از فرصتی که نسبت اختشاش داخلی و بی‌نظمی اداری در افغانستان برایشان میسر شده بود شروع به تبلیغات نموده هواهای در مورد هرات به سمت داشتن جویا حساسیت موضوع را درک و اظهار نمود. ما برای حفظ تمامیت ارضی کشور خود گاه شمشیر و گاه قلم برمی داریم و با تحریر مقالات دندان شکن مانند شطر در خواب بیند پنبدانه و هر سال اینها به مدافع از حفظ و شونات ملی وطن خود با روزنامه های خارجی مقابله و در عین حال از آن دست مامورینه که رفتار مکتوب نداشته مردم آزاری و رشوه‌خواری را پیش خود قرار داده بودند به سختی انتقاد و نشرات انتقادی و اصلاحی خود را پیوسته شایع می ساخت تا اینکه آزادی قلم احساس و پرشور قلم اساس و پرشورش مخالفین ارتجاب پسند را برزدش برانگیخت و در شب 15 جد سال 1309
مورد سوی قصد ناجوان مردانه خسم واقع و سینه مملو از عشق و وطن پرستیش را با گرولش کافتند. اما به فضل قادر متعال جان سالم بدر برد و بعد از سپریدن دو ماه در بستر برای تداعی مالجه عازم کشور هند گردید که بعد از اعاده صحت در سال 1310 به وطن مراجعت و حسب سوابید دولت به حیث عضو انجمن ادبی گماشته شد. اما پس از مدت مختصری که مرحوم غلام مایدین انیس مؤسس اولین مدیر مسئولان بناب غلام مایدین خان انیس مؤسس روزنامه انیس بود و اولین مدیر مسئولان هم بود. بنابر علارت مزاج از ادامه نشرات در جریده ملی انیس دست گرفت. مرحوم سرور جویا به حیث دومین مدیر مسئول و نگارنده آن جریده تقرر حاصل کرد و در اواسط سال 1311 دوباره در جمع همکاران انجمن ادبی مصروف فعالیت‌های ادبیش کرد. قلم و زبان جوه مرحوم در برابر ناملایمات و بیعدالتی های اجتماعی سرحد نمی شناخت. همواره تاخت و تاز داشت که این روش جسیر و نیوی دولت مردان وقت را مودماغ ساخته برای رهایی از ضربات متداول قلم و گفتارهای انتقادیش وی را بارها راهی زندان نمودند. بار اول در وقت حکمرانی نادرشاه و صدارت محمد هاشم خان در سنبله سال 1312 در محبس سیاسی قلعه جدید دیمزن و بعد سپری نمودن 13 سال در سال 1325 از حبس رها و باعث مدیر عمومی دیپوی تعاونی مقرر شد و در سال 1327 در جمع وکلای شاروالی کابل از طرف اهالی انتخاب و ضم شاغل امور دیپوی تعاونی در نشرات کمیته عامل شاروالی کابل نیز خدمت می نمود. در سال 1328 که حکومت وقت رژیم دموکراسی را اعلام و تشکیل احزاب را مجاز شناختند، پربال جویا باز شد و با رفقای هم‌مسلک خویش حزب وطن را بنیانگذاری نمودند که جویا در تشکیل نشرات حزب وطن اشتراک عملی داشت. این به تظاهر دموکراسی دیر نپایید که جمعی از جوانان روشنفکر به شمول جویا در ثور 1330 در وقت سلطنت ظاهرشاه و صدارت شاه محمود خان راهی زندان شدند تا اینکه جویا به تاریخ 10 جد 1340 به عمر 63 سالگی به طور مرموز در محبس سیاسی دیمزن بدرود حیات گفت. مرحوم جویا خوشتیپ، خوشصحبت و خوشمزاج بود. در بهار 1332 که جویا در زندان بود، سه تن از یاران نزدیک و جوان وی در بیرون از زندان بساط طربی در گوشه باغی گسترده و غزلی را از ملک شعرا بهار را که موضوع وقتی در زندان تحت این مطلب سویده بود که من نگویم که مرا از قفس آزاد کنیم، قفسم برده به باغی و دلم شاد کنیم. فصل گل می گذرد هم نفسان بهر خدا، بنشینید به باغی و مرا یاد کنید. این غزل را خوانده و از جویا با سرگوشی و آهستگی و با سرودن شعر ملک شعرا بهار یاد نبوده بودند، این محفل دوستان و یادآوری از وی برای جویا در زندان توسط اطفال کوچک فامیل که بعضن اجازه ملاقات میافتند رسانیده شد. جویا به جواب دوستان خود این پارچه شعر را سرود: من ندارم هوسی که از قفس آزاد شوم، یک نفس روی گل دیده و دل شاد شوم. نیست باکر شدم آواره و خاشاکی سوخت،
خوب شد باعث بدنامی صیاد شدم. بس که رنجیدم از وضع جوانان جبون، نسازد ملتجی دسته شیاد شدم. گمم اتاب و مل و با و گل و فصل بهار، از ایراس بس خاموش و نهان یاد شدم. من نه آن عنصر سستم که به تحریک بهار، پیش ارباب فروغ مایه به فریاد شدم. شیوه مشق وفا پیش برم در ری عشق، تا چو پروانه به سربازیم استاد شدم. آبرویست گر از ظلم با آتش سوزم، یا به زندان سیه مرده و برباد شدم. یا ببرم دم صیاد و دو گوش گلچین، یا ببرم دم صیاد و دو گوش گلچین، از چمن رانده و بر همزن بیداد شوم. ورنه چون مرغ گرفتار زمستان و بهار، دام جویم و قفس اردم آزاد شوم. نمونه کلام شیری فوق جویای مرحوم، نماینگر احساس درونی و در برابر عوامل ناهنجار روزگار است. توی سپری نمودن مجموعاً 26 سال در زندان، با مشقات آن و دوری از زن و فرزند متقبل شده، ولی نمیتوانست در برابر مظالم و بیعدالتی های اجتماعی سکوت اختیار کند. دوره سخارت را اگر مجموع عمر جوعه مرحوم از دوره سخارت را اگر از مجموع عمر جوعه مرحوم منفی کنید، نصف اول آن دوره خود سازی و خودباوری و نصف باقی مانده را در زندان سپری نموده است. جویا مرد متین و دارای عزم راسخ و خودباور بود، چنانچه یکی دو بار در زندان از او خواستند تا توبه نامه بنویسد و از بند رهایی یابد. جویا در جوابشان اظهار نمود توبه در برابر جرم است، شما جرم مرا اثبات کنید تا بعدا توبه کنم. اگر آزادی خواهی و دفاع از حقوق محرومان جرم است، من این جرم را میپذیرم و هرگز توبه نخواهم کرد. چنانچه در شعر فاق گفته است، نسازد ملتجی دسته شیاد شوم. با فشاریش در عزمی که داشت در مثل دیگر این شعرش که گفته، یا به زندان سیه مرده و برباد شوم. هویداست هرگاه خواننده محترم توجه نموده باشد، در شعر فاق جوعه مرحوم دنیای متانت و پایداری نهفته است. روانش شاد بود.